خب در حالی که وزیر نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه 15 شهریور ماه از کسری روزانه 200 میلیون متر مکعبی گاز در همین زمستان آینده خبر میده، زمستان امسال، و صادرات گاز کشور به عراق هم تقریبا قطع شده، ترکیه و عراق به عنوان تنها مشتریان گازی ایران به سرعت میادین گازی خود را توسعه میدهند که نمونه آن امضای قرارداد 27 میلیارد دلاری شرکت توتال فرانسه و عراق در روز یکشنبه هفته گذشته است. یک عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی پیش بینی کرد که به دلیل کمبود و قطعی گاز در زمستان توزیع گاز سهمیه بندی خواهد شد. آقای میرزا خانیان میگوید دست اندرکاران امر با هدف تأمین گاز خانگی و با توجه به کمبود گاز موجود مجبور خواهند شد تا گاز صنایع را هم قطع کنند که در این صورت خاموشی گسترده برق هم خواهیم داشت. این زمستان سرد و تاریک و چجوری میخواد دولت رئیسی بگذرونه و مردم چجوری تحمل خواهند کرد زمستان سردتر و تاریکتری رو با جمهوری اسلامی؟ در جلسه معرفی وزیر نفت، وزیر پیشنهادی نفت آقای جواد یکی از همینجور بگم بهتون اینقدر مسخره بود که گفتیم نه یه رو پخشش بکنیم وقت برنامه رو نگیریم، یکی از موافقان یکی از وزرای پیشنهادی رئیسی در جلسه سوم شهریور مجلس داشت نطق میکرد. یعنی نمایش هایی که میدن ببینین چجوریه، نمیدونم شاید یه موقعی بیاریم نشونم بدیم اگر بخوایم در این باره این موضوع صحبت کنیم. بعد طرف اسم اون کسی رو که داشت در دفاع ازش نطق میفرمود یادش رفته بود، نمیدونست. میشم چیزی یا فقط تقسیم کار کردم؟ مثلا به یورو گفتم تو برو، تو خوب حرف میزنی، برو از فلانی دفاع کنیم، رفت تو وسط حرفش نمیدونست داره ایکی دفاع میکن. حالا جواد اوجی رو داشتم عرض میکردم که در جلسه یه معرفی وزرا و مشخصا جواد اوجی به عنوان وزیر نفت، خانم چنارانی، هاجر چنارانی سخنرانی کرد در البته مخالفت با او و چند نکته مهم مطرح کرد در نطقش در پیوند با همین وزیر پیشنهادی نفت. وزیر محترم پیشنهادی، جناب آقای مهندس اوجی، شما برای مناطقی که تمام منابع نفت و گازی که ذیل شرکت‌های بزرگی در آن مناطق هستند اما هیچ سودی به مردم آن منطقه نمی‌رسد، چه برنامه‌ای دارید؟ شما برای ظلم‌ها و تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که شرکت‌هایی مانند نفت و گاز غرب، نفت و گاز غرب مرکزی، شرکت ملی نفت و اتسترا در حق مناطق نفت و گاز چه برنامه‌ای دارید؟ آیا می توانید اعلام کنید در این راستا حرکت می کنید یا خیر که طبق قانون دفتر اصلی این شرکت ها در این مناطق دایر می شوند که مناطق نفت و گاز در آنها وجود دارد؟ با چه برنامه ای محرومیت زدایی و فقر زدایی می کنید در جاهایی که نفت و گاز از آن استخراج می شود؟ با توجه به بحران انرژی به ویژه در زمینه آب، 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 تکلیف صنایع آب، تکلیف صنایع آب بر نفتی، از جمله پالایشگاه اصفهان، از جمله پالایشگاه‌های تهران، شازند و غیره، چه برنامه‌ای برای مجوزهای صادر شده یا پروژه‌های نیمه تمام آب بر در مناطق بحرانی کشور دارین؟ این مسئله آب و منحرف کردن مسیر رودخانه‌ها به سمت پالایشگاه‌ها بیشتر و مراکز صنعتی فولاد و اینا یکی از مشکلات مردم خوزستان، چهارمحال، بختیاری و اصفهان بوده و هنوزم است. درباره رسیدگی به مناطق محروم نفخیز که
همین موضوع آب هم شاملش میشه، جمهوری اسلامی نمیتونه سرشو در مقابل مردم این مناطق مخصوصا خوزستان نفخیز بلند کنه. قانون خودشون میگه 3.5% درآمد نفت و گاز از این مناطق باید به همین مناطق و برای رفاه مردم این مناطق برگردد. هیچ وقت بر نگشته. چقدر خوزستانی ها از حکومت طلب قابل وصول دارن طبق قانون خودشون؟ یعنی اگه آدم سالمی بود این استاندار حزب الله خوزستان، میتونست از دولت، هر کدوم از دولت ها، دولت احمدی‌نژاد، دولت روحانی، هر کدوم دولت، میتونست از دولت شکایت کنه به دادگاه های خودشون که بدهی 3.5% مردم رو باید شرکت نفت بپردازه طبق قانون، نه اینکه خودش هم بره 50 میلیون یورو دیگه هم بگیره از صندوق توسعه ملی با موافقت رهبر معظمش و خرج سرکوب اعتراضای مردم محروم خوزستان بکنه، بقیهش هم بذاره رو رشوه هایی که خودش و زنش از امید اسد بیگی مدیر خلجه یاد شده هفت‌تپه گرفتن و تو دادگاه دزدی 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبیگی فاش شد که ماجراهاشو میدونین، بارها گفتیم. باری خبرگزاری دولت، خبرگزاری دولت در تیر ماه 99 میزان فروش خارجی نفت ایران رو در سالهای بعد از انقلاب 57 منتشر کرده. میبینین جدول دیگه اون پایین جمع کل مجموع درآمدهای نفتی بعد از پیروزی انقلاب نوشته است 1412 میلیارد دلار. خب حالا اون بالاش هم یه غلط املایی هم داره، درصد به نسبت و با صد نوشته. حالا این اگه نصف این رقم رو در نظر بگیریم، 1400 میلیارد دلار هیچ، نصفش 700 میلیارد دلار در نظر بگیریم، 3.5% چقدر میشه؟ میتونسته تا حالا استان خوزستان به یکی از مرفه ترین استانهای ایران تبدیل کنه. آب فاضلاب هنوز نداره، سیستم نداره، سیستم آب فاضلابش خرابه. اینا بله مربوط به شرکت نفت و درآمدهای نفتی میشود. برنامه ای که از جواد اوجی با هزار جور تبلیغات خبرگزاری های سپاه منتشر کردن، هیچی مطلقا هیچی از این 3.5% سهم استانهای نفخیز و از بکارگیری نیروهای بومی این استانها در صنایع نفت و گاز نداره. هیچی. این صفحه 16 و 17 ش که مخصوص بکارگیری نیروهاست نگاه کنین دیگه، یک کلمه حتی کلمه بومی توش نیست، مسئله شون نیست، فقط دور زدن تحریم ها، افزایش فروش نفت با بکارگیری نیروهای جهادی طبق مصوبه دولت باید برن و قاچاق نفت بکنن. دولت قبلا تصویب کرده است که نیمی از کارکنان صنایع به ویژه صنعت نفت باید از مردم بومی همان منطقه باشند. فکر میکنم این مصوبه من سال 1385. جواد اوجی 10 سال قبل از اینکه خودش وزیر بشه، 10 سال پیش، موقعی که رئیس شرکت ملی گاز ایران بود و معاون وزیر نفت بود، با مصوبه دولت درباره به کارگیری نسبی از بومی ها در هر استان نفخیز مخالفت کرد و اجراش هم نکرد. اینش براتون میخونم. اوجی در اردیبهشت 90 با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت به مخالفت و مقابله با مصوبه 50% هیئت دولت برای اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر پرداخت و آن را مغایر با شایسته گزینی دانست، در حالی که استان بوشهر در تمامی زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی صاحب دانش آموختگان لایق و کاردان بوده و هست. این شده وزیر نفت دولت آقای رئیسی، نماد عدالت در جمهوری اسلامی ایران. بعد این دشمن مردم با تکمیل دشمنیش با بوشهریا محیط فقیرانه زندگی رو هم ازشون دریغ میکنه، محیط زیست رو، چون قدرت داره و خانواده‌های شریف و زحمتکش بوشهری باید له بشن. به طور مثال شرکت پالایشگاه گاز فجر جم در زمان مدیر عاملی مهندس اوجی در شرکت ملی گاز ایران
با انتقال خط گاز از عسلویه به فجر جم که بیش از 30 سال از فعالیت آن شرکت گذشته، با افزایش تولید 120 میلیون متر مکعب گاز، رکورد تازه‌ای در این شرکت ثبت می‌کند، در حالی که فاقد تصفیه‌خانه صنعتی است و توانایی لازم برای رعایت استانداردها و الزامات زیست محیطی وجود نداشته، که به اعتراف مدیران وقت شرکت شاهد رهاسازی پساب‌هایی در بستر رودخانه و فاجعه های زیست محیطی در مناطق همجوار و پایین دست پالایشگاه بوده ایم. این مصوبه هایی هم که تصویب میکنن اینا معمولا بعد از اعتراض عمومی مردمی در محله منطقه شهری استانی فقط هم یه نمایش دیگه در برعکسش عمل میکنن. این نمونه شه دیگه همین آقای وزیر نفت جدید. یک نکته دیگری که اهمیت داره اما چون جمهوری اسلامی مطلقا بهش نپرداخته، کمتر مطرح شده به همین دلیل و خانم چنارانی نماینده مجلس بهش اشاره میکنه تو صحبتش، همین اثرات زیست محیطی صنایع نفت و گاز بر زندگی مردمه. جمهوری اسلامی هیچ وقت نذاشته این موضوع جدی مطرح بشه، چون نون دنیا قطع میشه. یعنی استفاده از انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی به جای نفت. دنیا به دنبال انرژی های تجدید پذیر می روند و سرمایه گذاری های سنگینی در این حوزه انجام می دهند. بیم آن می رود در دهه های آینده استخراج انرژی های فسیلی موضوعیت خود را از دست بدهد. بنابراین باید از حجم ذخایری که در زیر زمین وجود دارد به بهترین نحو استفاده کند، جایگزین کردن نیروگاه های آفتابی و بادی به جای نیروگاه های حرارتی. خواهشی که دارم در راستای همگرایی شما وزارت محترم نیرو و محیط زیست انشاءالله بتونیم گام های مؤثری رو برداریم. این ادغام دو وزارتخونه نفت و نیرو برای همین هدف، یعنی رفتن به سمت جایگزین کردن انرژی های تجدید پذیر به جای نفت تجدید ناپذیر و تمام شدنی و با سوخت ناسالم، اینا لازمه اجرایش ادغام دو وزارتخونه نفت و نیروست. اما در تمام سه دهه گذشته به محض اینکه این بحث باز شد روش پوشوندن، چون اگه این اتفاق بیفته مهمترین منبع دزدی های بی حساب از وزارت نفت و شرکت ملی نفت حداقلش دیگه در خطر میفته. چرا کشوری که سومین و طبق بعضی ارزیابی‌ها دومین ذخایر نفت جهان و اولین ذخایر گاز جهان رو داره، چرا به این فلاکت میفته که برای هزینه‌های روزمره‌اش نیاز داره که دست کنه تو جیب مردم خودش و شرکت نفت 60 میلیارد دلار به بانک مرکزیش بدهکاره؟ یعنی هیچ طرح و پروژه ای رو نمیتونه جلو ببره اگه بانک مرکزی بازم بهش قرض نده. و حالا این دولت رئیسی با ترکیب و برنامه ای که داره میخواد چه کنه با این وضعیت؟ آیا میخواد درستش کنه؟ یا اصلا میتونه درستش کنه؟ یا عمدن میخواد با غارت بیشتر و فساد پردامنه تر خرابترش کنه؟ خودتون نتیجه میگیریم. اجازه بدیم من گزارش کامل بکنم. ببینیم اصلا جواد اوجی کیست، از کجا آمده، سیاست و حکومت با این وزرای دولت رئیسی و مشخصا همین جواد اوجی وزیر نفت چگونه است و چه کار میخواد بکنه. اوجی و رستم قاسمی و این مجموعه به طور کلی در واقع نسل دوم بعد از خمینی هست. نسل اول بعد از خمینی رو اگر مهدوی کنی و خزعلی و خامنه‌ای و کلن آخوندهای حکومت تو این سن و سال بدونیم، نسل بعدیشون همین قاسمی و اوجی و اینا میشن که موقع انقلاب 57 هنوز بچه بودن. جواد اوجی موقع انقلاب 12 سالش بود، متولد 1345 در شیراز توی خانواده متعصب مذهبی. بعد از جنگ میره دانشگاه، مهندسی نفتش رو از دانشگاه صنعت نفت آبادان میگیره. 1369 یه سال بعد از مرگ خمینی تو شرکت نفت استخدام میشه و تا امروز افزون بر شرکت نفت تو بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی
امام و آستان قدس رضوی بوده و اینا کارهای اصلیش بوده. مهمترین سمتاش در دوره دولت احمدی نژاد بود، در منظورم سمتهای نفتیش که معاونت وزارت نفت و مدیر عاملی شرکت ملی گاز ایران در دوران وزارت مسعود میرکاظمی 88 تا 90 و رستم قاسمی 90 تا 92 بود. بعد از دولت احمدی نژاد رفت ستاد اجرای فرمان آغاش امام خامنه ای تا قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که شد عضو شورای هماهنگی انرژی ستاد انتخاباتی حضرت آیت الله رئیسی. من چند تا سمت‌های مهمش و سال‌های مربوطه رو میگم تا قضیه روشن‌تر بشه، بعد برمیگردیم به کارنامه این آدم. مدیر عامل هلدینگ نفت و گاز توسعه پتروموفید زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام از سال 92 تا 96. مدیر عامل گروه اقتصاد مفید زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام از سال 96 تا 98. مدیر عامل هلدینگ انرژی گستر سینا زیر مجموعه بنیاد مستضعفان از سال 98 تا حالا هم هست. الیاس نادران نماینده مجلس سوم شهریور 1400 در جریان رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی نفت همین جواد اوجی گفت که اوجی درباره اموال شخصیش دروغ میگه. گفتم چی داری؟ گفت شما چه میدانی؟ گفتم که من میپرسم شما چرا میگی؟ گفت سه تا آپارتمان، یکی تو عربی دارم، یکی مال خانمم که ارث پدر خانمم بوده، یکی مال خب من از مراجع زیصلاحش استعلام کردم، دستخط گرفتم، 9 مورد اموالشون رو اعلام کردم، 2 برگه کاغذ. کسی که به این صراحت خلاف واقع میگوید جاهای دیگرش هم همینجوره. جوابی که اوجی میده به ماجرای فهرست اموالش بسیار عمیقه. به جای اینکه بگه اصلا دوزی از مال مردم سوء استفاده است و آقا چرا تهمت میزنی، دوزی از مال مردم سوء استفاده است، قدرت محکوم است و یک کسی ثابتش بکنه، من خیانت ثابت کنه که من خیانت کردم، راضی به هر مجازاتی هم که عدلیه تعیین کنه. این حرف راست حسینی دیگه، میگه هر کی ثابت کرد که من بیش از اموالی که اعلام کرده ام دارم همینجا بیاد سند و اسمش بکنم. مال باباشونه که میگن تو بیشتر بردی من کمتر بردم، خب فکر میکنی من بیشتر بردم، بیا بگو اثبات بکنم. هر گونه اموالی رو که غیر از اموالی که بنده آپارتمانی که داشتم و اموالی که خدمت جناب آقای دکتر رئیسی اعلام کردم، هر گونه اموالی رو که در فضای ما و هر کسی دیگه که مدعی رو کره خاکی همینجا سند همینجا به نامش بکنن، همینجا متعلق به اوشون بشه. من بمیرم تو بمیری بازیه دیگه. این اموال مال سوء استفاده هایی است که اوجی در هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت های متعلق به بنیاد مستضعفان و غیره داشته و همچنان دارد. ببینین جواد اوجی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی گستر سینا هلدینگ نفت و گاز بنیاد مستضعفان، یعنی دارایی و اموال این شرکت با اختیار او جابجا میشه. تو این شرکت همچنان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره است. بقیه شرکت ها سریع خدمتتون عرض کنم. توسعه پتروموفید رئیس هیئت مدیره از سال 95. مفید فرا انرژی قش مدیر عامل عضو هیئت مدیره از سال 94 تا 96. گروه اقتصاد مفید از سال 97. اینا مال کجاست؟ مال ستاد اجرایی فرمان امام، فرمان امام خامنه ای. توسعه نفت و گاز رضوی عضو هیئت مدیره از سال 98 تا حالا. توزیع گاز ایران رئیس هیئت مدیره از 90 تا 92 که همون موقعی که
رئیس هیئت مدیره، یعنی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران بود که حالا باش کار خواهیم داشت. سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، یعنی میانات نفتی گازی و ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر که هیچ ربطی نه به نفت داره نه به گاز داره، ولی خب پول توشه. سال 99 سوم آذر 1399 بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعش از جمله هلدینگ انرژی گستر سینا رو آمریکا تحریم کرد، مال بنیاد مستضعفان. مدیر عامل این هلدینگ جواد حجی هم تحریم شد که احتمالاً با وزیر شدنش تحریمش دست کم موقت برداشته میشه یا محدود میشه و این بسیار به نفع یک کابینه قاچاقچی خواهد بود که همه هم و غمش دور زدن تحریم‌هاست. به اصطلاح باری قبل از رأی اعتماد، قبل از همین نمایش که عرض کردم رأی اعتماد مجلس به وزیر نفت، مهدی عسکری نماینده مجلس، یک نماینده دیگر مجلس، یک نکته‌ای مطرح کرد. گفت قیاس نفت و گاز که چون اوجی رئیس بازرگانی گاز بوده پس برای وزارت نفت خوبه، قیاس محل فارغه و ربطی به هم ندارن. دو تا سوال هم کرد از اوجی. تجربه ایشون بیشتر در حوزه گاز بوده، اما مسئله اصلی ما در حوزه تحریم نفتی است. در حوزه گاز ما معمولا خریداریم، اگر هم فروشنده باشیم بر پایه قراردادهای بلند مدت، مدل اون و قیاس اون با بحث نفت یک قیاس محل فارغه. بنابراین دولت باید پاسخ بده که این تفاوت و این نقیصه رو چگونه میخواد جبران بکنه. وزیر پیشنهادی پاسخ بدن که اکنون چه میزان نفت میفروشیم، مشخصا چه مقدار از ارز اون به کشور برمیگرده و ایشون در چه بازه زمانی به چه میزان این رو افزایش میدن. ایشون مشخصا توضیح بده که اکنون چه مقدار سرمایه گذاری در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انجام میشه و ایشون با چه مدل هایی و با چه برنامه این رو به چه میزان افزایش میدن. جواب نداد هیچ. اصلا این حساب کتاب حالیش نیست که آقای اوجی، کسی هم بهش نگفته، چون اصلا مسئله شون نیست. مسئله شون فقط و فقط قاچاق نفت و میانات نفت و گاز است. یعنی این تنها برنامه جدی است که دارن و در توضیح برنامه ای هم که همین اوجی در مجلس داد، برنامه مثلا دوره وزارتش در 4 سال آینده، دقیقا همینو گفت. به صراحت گفت اولویت وزارت نفت دور زدن جهادی تحریم هاست. اهم اهداف و برنامه های این جانب در وزارت نفت به شرح زیر است: 1. تلاش برای مقابله با تحریم و فروش حداکثری نفت خام و میانات. چطوری میخواد این کارو بکنه؟ درست مثل زمانی که گروه قاچاقچی‌های احمدی نژاد به سردستگی رستم قاسمی میکردن دوباره یه چند تا بابک زنجانی بیارن تو کار به اسم بخش خصوصی. اطمینان میدهم انشاءالله به فضل خدای متعال و با استفاده از توان نیروهای متخصص و توانمند و از پتانسیل همه نیروهای خدوم کشور، روی کرد فعال برای دور زدن و همچنین بی اثر کردن تحریم ها را در پیش بگیرم و با استفاده از روش های موجود، تجربیات گذشته و سایر روش هایی که به دلیل سوء استفاده دشمن امکان بازگو ندارم، اقدامات مهمی را انشاءالله برای فروش نفت در پیش خواهیم گرفت. از ظرفیت بخش خصوصی و تمام دستگاه های اجرایی، در فروش نفت استفاده خواهم کرد. روش تهاتر نفت با کالا یا تهاتر نفت با سرمایه گذاری در کشور. چند تا موضوع رو گفت که ببین، بخش خصوصی یعنی امثال بابک زنجانی و تاکید بر دستگاه اجرایی، یعنی مشخصا نیروی انتظامی و سپاه که قبلا هم در غارت نفت به بهانه دور زدن تحریم نقش اساسی داشتن. اینن میخواد اون چرخه تکرار. این تهاتر نفت با کالا یعنی چی؟ این که تاکید میکنه، یعنی تجربه‌ای که شخص خود ایشون داشتن آقای اوجی.
در دوره احمدی نژاد پیشنهاد تهاتر کالا در برابر گاز وارداتی از ترکمنستان مطرح شد. اوجی که معاون وزیر نفت بود توانست این پیشنهاد را با همکاری بانک توسعه صادرات اجرایی کند. در مأموریت دیگر او از طرف رستم قاسمی وزیر وقت نفت مأمور تحویل شمش‌های طلا برای تهاتر کالا بوده است. بنابراین سپردن سکان هدایت وزارت نفت به دست او ممکن است به دو دلیل باشد. اول، حضور میرکاظمی در کابینه رئیسی و ریاستش بر سازمان برنامه و بودجه، و دوم، امید نداشتن به رفع تحریم‌ها و نیازمندی به حضور افرادی برای دور زدن تحریم‌ها و توسعه دادن طرح تهاتر نفت و کالا در دولت آینده. درباره میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی و وزیر نفت دولت احمدی نژاد قبلا گفتم، بعدم دقیق‌تر و مفصل‌تر خواهم گفت. اما این شهرت جواد اوجی به عنوان حمال شمش طلا برای تهاتر کالا، یا اگه درست بگن پرداخت جریمه به کشورهای همسایه، اینه در واقع به جای تهاتر کالا. این شهرت این آدم به عنوان مأمور حمال شمش دست کم با دو کشور ترکمنستان و ترکیه به این دلیل است که بارها این کار انجام شده که شروعش در دوره مسئولیت همین اوجی در معاونت وزارت نفت بود، دوره میرکاظمی و رستم قاسمی. بعد همین تهاتر کالا هم که جدا از قرارداد اصلی بود، در قرارداد اصلی هم چیزی پیش می نشود، بعد گاز میداد ترکمنستان پول می گرفت. بعد از مدتی این کشورها قبول نکردند و حاصل چه شد؟ حاصل شکایت این کشورها شد و 4 میلیارد دلار جریمه جمهوری اسلامی جریمه شد که به این کشورها باید بپردازه. جمهوری اسلامی همین اخیراً اعلام کرده جریمه به ترکیه پرداخت شد. 2 میلیارد دلارش مال ترکیه بود، پرداخت شد و تمام شد از طریق فروش گاز مجانی به این کشور. نمیدونم چند سال. ولی با ترکمنستان همچنان موضوع ادامه داره. سال 1376 قرارداد 25 ساله‌ای بسته شد بین جمهوری اسلامی و جمهوری ترکمنستان برای خرید گاز از ترکمنستان. بر اساس قرارداد ترکمنستان باید سالانه بین 8 تا 10 میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر کنه و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز، شرکت دولتی، واریز کنه. دولت احمدی نژاد توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راهسازی و حمل و نقل و غیره به ترکمنستان صادر می‌کرد. ماجرای انتقال شمش‌های طلا به جمهوری ترکمنستان توسط جواد اوجی که اون موقع معاون رستم قاسمی بود تو همین رابطه است. در شهریور 92 طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید به قرارداد در اول دولت روحانی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز کش، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد. دیماه 95 میزان بدهی ایران به مرز 2 میلیارد دلار رسید. ترکمن ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد ایران را تهدید کردند که اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد قطع می شود و قطع شد و ترکمنستان علیه جمهوری اسلامی به شرکت بین المللی بازرگانی شکایت کرد و نتیجه این شد که اولا برای حداقل 2 سال همچنان وضع گاز لااقل استانهای شمالی ایران به دلیل قطع شدن واردات گاز از ترکمنستان همچنان خرابه، ولی نیمه دوم دهه 90 که ناگهان گاز دچار بحران شد هستن در ایران به دلیل قطع همین گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بود. باری نتیجه این شد که اولا مردم دچار این محرومیت بشن و همینطور 2 میلیارد دلار از جیبشون دولت ایران برداره جریمه بده افزون بر بدهیش. در مورد جریمه گازی ایران به ترکیه، 18 فروردین 1400 رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشتند توقف صادرات گاز ایران به ترکیه همچنان ادامه دارد. موضوع مربوط می‌شده به 2 شکایت ترکیه از ایران در سال 85، 1385 و 1391، یکیش در دولت اول احمدی‌نژاد، یکی در دولت دومش.
نخستین شکایت ترکیه از گرانفروشی گاز ایران مربوط به سال 85 میشد. داوری سوئیس ایران را در سال 87 به دلیل گرانفروشی گاز به ترکیه 970 میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می‌کرد. جریمه 970 میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت، یعنی همون گاز مجانی بده به ما، و در نهایت بیش از 300 میلیون دلار به حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد. افزون بر شمشای طلایی که به ترکیه برده شد برای مفاسه حساب گازی. ترکیه برای بار دوم در سال 91 شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد. همون موقعی که همین آقای اوجی وزیر نفت امروز مدیر عامل شرکت ملی گاز بود و ترکیه باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرار داد هر یک از طرفین می توانند هر 5 سال یک بار از بند بازبینی قیمت در قرارداد استفاده کنند. زمستان 94 رأی دادگاه به سود ترکیه صادر شد که محکومیت ایران رقمی نزدیک به 2 میلیارد دلار بوده است. یعنی با همه خرابکاری ها و دروغگوترین دولت رو شاید بشه و دولت روحانی گفت، یک نکته رو راست میگفت. میگفت هرچه و بخصوصا زنگنه، هرچه ما داریم الان انجام میدیم به دلیل خرابکاری هاییست که در دولت احمدی نژاد شد. حالا این جواد اوجی هم ماجرای 2 میلیارد دلار جریمه فقط به ترکیه در دوره خودش بوده، بعد سال 94 دادگاه رأی میده، دوره دولت روحانی رأی میده که رقم نزدیک 2 میلیارد دلار جریمه که گفتن گاز مجانی میدیم. و توی برنامه گفتم که میگم خودشون اخیرا اعلام کردن گاز مجانی رو دادیم تموم شده و دیگه بدهی نداریم. ولی ادامهش رو ببینید. از سوی دیگر طبق گفته یک مقام آگاه، یه نتیجه دیگه هم داشته این ماجراها که همین جواد اوجی وزیر نفت امروز در واقع مجریش بوده، باعث بانیش همین رستم قاسمی بوده که بدبخت می‌خواست بشه وزیر نفت، بیچاره شد وزیر راه و شهرسازی. خب از سوی دیگر طبق گفته یک مقام آگاه، بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد. قرار بر این شد هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی ایران به رقم 16.5 دلار رسید، در حالی که روسیه هر 1000 متر مکعب گاز خود را به قیمت 20 دلار به ترکیه می فروشد. نابود کردن همه چی اینو واقعا. اینا از نتایج حکومت تقوا به جای علمه. نابود کردن سرمایه های مملکت و بدهکار کردن مردم برای سالیان دراز آینده. جواد اوجی از 88 تا 92 یعنی دولت دوم احمدی نژاد عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت بود. صندوق بازنشستگی نفت اکثریت سهام شرکت تأسیسات دریایی رو داره، یعنی همون شرکتی که ماجرای دکل ها و کشتی های گم شده و این داستان ها. همزمان با عضو هیئت مدیره بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی نفت و تأسیسات دریایی، در واقع همزمان معاون وزیر نفت بود و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران. در برنامه هایی که به قبلا به 87 میلیون دلار پول خورده شده دکل فورچن که از 30 دکل حدود 30 دکل خریداری شده و به ایران نیامده توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران پرداختم و در جریان رسیدگی های قضایی هم خیلی روش بحث شد، یکی از موضوع این بود که بعد از پرداخت نیمی از پول دکل نفتی فورچون که 87 میلیون دلار بود، یعنی حدود 40 میلیون دلار بعد از اینکه اون پیش پرداخت پرداخته میشه نصفیش، روشن میشود دکلی در کار نخواهد بود که اسنادشو ارائه خواهند داد به شما. 40 میلیون دلار باقی مانده را هم به حساب دلالان و باند رستم قاسمی میریزن. چی شد؟ چرا؟ چجوری؟ من اینایی که دارم میگم این باند یعنی این که رستم قاسمی و همین جواد اوجی
اینا توی اون باند بودن و من دارم درباره وزیر نفت همین دولت صحبت میکنم جزو این باند و رئیسش رستم قاسمی بود. هر دوشون الان توی این دولت. تأسیسات دریایی شرکتی دولتی زیر نظر وزیر نفت که مثل شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مدیر عاملش وزیر نفت تعیین میکنه، همیشه هم اینجوری بوده. بعد از دولت احمدی نژاد زمانی که رئیسی معاون اول قوه قضاییه است و دقیقاً 40 روز بعدش هم میشه دادستان کل کشور، یه نامه میاد به تاریخ 23 تیر 1393 از طرف بازرس قضایی مستقر در شرکت تأسیسات دریایی، اون موقعی که خواستن رسیدگی بکنن به اون ماجرای دکلهای گم شده و اینا، برای آقای سیف الله جشن‌ساز که رئیس شرکت نیکو بود زمان گم شدن دکلهای نفتی. نیکو شرکت زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایرانه، دفترش در سوئیس و کارش معاملات نفتی خارجی جمهوری اسلامی است. در این نامه آقای جشن‌ساز رو خواستند که بیا بگو 40 میلیون دلار رو چرا دادی رفته. صبح روز فلان ساعت 9 حضور به هم رسانید برای خلاصه بازپرسی از شما. روز 29 تیر ماه 1393 آقای جشن‌ساز میره برای بازجویی. برگه های بازجوییشو یه نگاهی بکنیم. بله ببینین، این برگه های بازجویی از جشن‌سازه همه جا تأکید داره به صراحت که طبق نامه فلان شماره فلان دستور مستقیم وزیر نفت رستم قاسمی در تاریخ 29 آذر 1391 به من ابلاغ شد که این 40 میلیون یورو رو واریز کنم. 5 روز بعد از صدور دستور رستم قاسمی و واریز شدن پول در 4 دی ماه، اون 29 آذر بود که دستور میده واریز کن، در 4 دی ماه 1391 مراد شیرانی نماینده اطلاعات در تأسیسات دریایی نامه میزنه به آقای حسین یحیوی وکیل مالی تأسیسات دریایی. شرکت نفت میگه این 40 میلیون دلار رو بریز به حساب شرکت مهندسی و توسعه تکنولوژی نفت چین آقای اویانگ که بیشتر قراردادهای 30-40 دکل رو بهش دادن همون دوره احمدی نژاد. بعد فردای این تاریخ از یه بار سریع تاریخ ها رو میگم. ببینین 29 آذر 1391 رستم قاسمی نامه میزنه به آقای جشن‌ساز، مستقیم دستور میده که 40 میلیون دلار باقی مانده دکل واریز کن. 5 روز بعدش در 4 دی ماه 1391 مراد شیرانی نماینده اطلاعات در تأسیسات دریایی نامه میزنه به حسین یحیوی وکیل مالی تأسیسات دریایی یعنی شرکت نفت، میگه این 40 میلیون دلار رو بریز به حساب شرکت مهندسی و توسعه تکنولوژی نفت چین آقای اویانگ که عرض کردم بیشتر قراردادهای 30-40 دکل رو بهش دادن همون دوره احمدی نژاد. بعد فردای 4 دی ماه یعنی 5 دی ماه 1391 از تأسیسات دریایی ایمیل میزنن به آقای اویانگ چینی، میگن لطفاً این 40 میلیون دلار و یورو رو بریز به حساب شخصی عمر کامل از سواده اردنی. عمر کسی است که واسطه دکل گم شده بوده و همه پولهای مثلا گم شده در این رابطه به حساب اون رفته و بعد بین بچه ها توزیع شده. مراد شیرانی تکابی این وسط چی شد؟ هیچ. محاکمه شد، به 6 ماه زندان محکوم شد و یه روزم نرفت زندان. پولا چی شد؟ خورده شد. چون عمر خارج است، تو کشور خارج است و خارجیه و ما نمیتونیم بهش دست بزنیم. بقیه اینا هم که خودی هن، اینا از خودمون هن. کسی که آگاهانه دستور دزدیده شدن این 40 میلیون یورو رو داده یعنی رستم قاسمی کجاست؟ وردست محمد مخبر وزیر دولت رئیسی، در واقع محمد مخبر همه کارش معاون اول دولت رئیسی. چرا میگم با آگاهی آگاهانه راه دزدی باندش رستم قاسمی باز کرده و خودش و نوچه هاشو لااقل به 40 میلیون یورو رسونده سر همین یک دکل؟ ببینین
نامه رو. تاریخ این نامه 9 آذر ماه 1391. توی این نامه که به طاهری مطلق، مدیر عامل علی طاهری مطلق، مدیر عامل وقت تأسیسات دریایی زیرمجموعه شرکت نفت و مراد شیرانی نماینده اطلاعات در تأسیسات دریایی نوشته شده، علیرضا شهریاری کارمند ایرانی شرکت یونانی فروشنده دکل 87 میلیون دلاری فورچن به نمایندگی از شرکت فروشنده دکل نوشته است که مهلت قرارداد تمام شده و اگر تا 1 هفته دیگه پول کامل ریخته نشود قرارداد باطل است. پول ریخته نمی شود در مهلت توافق شده در قرارداد و قرارداد باطل میشه. طبق قرارداد می باید طی 100 روز دکل تحویل داده می شد، یعنی تا 9 آذر 1391، تا تاریخ همین نامه که الان دیدیم. حالا باز برخواهیم گشت. 29 آذر 1391 که اصلا قراردادی وجود خارجی ندارد، یعنی 20 روز بعد وزیر دستور میدهد 40 میلیون یورو بده بره. 17 میلیونش از امارات پرداخته بودن و 20 خوردهش از طریق بانک سرمایه به چین و دور جهان گردوندن و آخرش به عمر سواده همکارشون در اردن و امارات. 40 میلیون اول، این هم میگه 40 میلیون رو بده بره. ببینین این نامه ای که دیدین بسیار مهمه در اثبات اینکه تیم رستم قاسمی و اصولا ستاد دور زدن تحریم ها در دولت احمدی نژاد که زیر نظر خامنه ای کار میکرد میدونستن که قرارداد لغوه. با توضیحی که خدمتتون عرض کردم میدونستن 9 آذر 91 طرف میگه آقا قرارداد تموم شده، ما 1 هفته بهتون مهلت میدیم بقیه پول بریزین. اینا میذارن 20 روز بعد تازه وزیر دستور میده بریزیم. چرا؟ 40 میلیون رو به هر حال میخوان خارج بکنن از ایران. میریزن به حساب دلالشون عمر السواده. بعدم میگن نمیتونیم بهش کاری داشته باشیم. چرا رستم قاسمی و تیمش از جمله همین جواد اوجی که این 40 میلیون یورو رو دادن بره، چرا هیچ کس از اینا در علن به قول علماتون نمیپرسه کجا رفتین؟ تازه میگن جایزه بهشون میارینشون دوباره الان آوردینشون همین کارا رو بکنن. به کیا رسید اون 40 میلیون یورو؟ بقیهش کاری نداریم. همین آقای رئیسی دادستان کل کشور بود وقتی این پرونده باز شد. هیچ اسمی از افراد این تیم و رستم قاسمی نیبردن. عرض کردم رستم قاسمی رو در پرونده اول میخواستم بگم انسان زندار، خامنه‌ای مستقیم دستور داد که نکنید این کارو. این را برنامه 2 هفته پیش گفتم. بیدلیل نیست که حالا همین آدم رو آورده رئیسی تو دولتش، البته با نمیدونم دستور بشه گفت یا مشاورت محمد مخبر که به اسم معاون اولش از طرف خامنه‌ای همه کاره کابینه است. ولی دیگه رئیسی هی عدالت نکنه. حال بازم میگم حالا وقت داریم. کلی پول خرید کشتی‌هایی که به ایران نیامد هم در همون دوره اوجی در تأسیسات دریایی و معاونت رستم قاسمی بیش از 100 میلیون یورو خانم نفیسه محمودی برده. که یه زمانی باید مفصل‌تر به این باند نفیسه محمودی بپردازم. نفیسه محمودی شوهر خالش سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت رهبری و رئیس شورای عالی قرآنه که تو پرونده سعید طوسی هم دخالت کرد و تبرئه‌اش کرد اصلا. باری اصلا این آقای جواد اوجی که مدیر دست حالا دوم میگیم، واقعا دست دوم هم نبوده، مدیر عامل شرکت گاز ایران بود و به همین دلیل معاون وزیر بوده، در واقع مدیر دست سوم شرکت نفت بوده، حالا چجوری شده وزیر که باید برای مدیرهای دست اول و دوم هم او حکم انتصاب امضا بکنه و صادر بکنه؟ وزیر راه و شهرسازی همین دولت، همین آقای رستم قاسمی رئیسش بود دیگه. الان اوجی وزیر نفته، در پیوند با نفت اوست که باید تصمیم بگیره مثلا و به رئیس سابقش بگه مثلا تو در این راهسازی نمیتونی این کار بکنی چون وزارت نفت فلانه و مثلا اینجا تأسیسات نفتی فلان و بهمان است. رئیسش باید امر نهی بکنه دیگه.
از مهمترین وزرای وزارتخونه های دولت یکیش نفته، ولی یکیش راه و شهرسازی نیست. حالا چرا اوجی؟ چون اوجی همیشه مجری فرمان پیشوا و بیتش بوده. منابع درآمد نفت رو اگه نگاهی بکنین میبینین که اساساً در واقع منابع درآمد شرکت ملی نفت حجم بزرگش از پتروشیمیه که تازه حکم دادگاه یه عده متهماش اعلام شد و تو اعلام حکم میگن این مال یک پرونده فساد در پتروشیمی است. سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده دوم رو نمیکنن. چرا؟ چون بیشترش اسامی کسایی است که اینا نمیخوان مطرح بشه، از جمله همین آقای زاکانی شهردار شده که بانی روابط و جلسات اولیه همین ماجرا بود، ارتباطات رو وصل کرد با هم دیگه با سپاهی ها و اطلاعات یا اطلاعات سپاه بیشه و اطلاعات که این ببینین پتروشیمی یکی از مراکز فساده که دعوای وزارت اطلاعات یا و اطلاعات سپاه هستن باعث شد که این پرونده بیاد بیرون. سهم‌خواهی بیشتر هر کدوم از اینا. سوال: آیا دو پرونده کردن موضوع بزرگترین فساد در جمهوری اسلامی به قول خودتون یعنی همین پتروشیمی که سه برابر مبلغ فساد پرونده بابک زنجانی است و رونه کردن پرونده دوم فساد در پتروشیمی به دلیل بودن اسامی آدم‌های در رده بالای حکومت و بدبستوناشون تو این ماجرا نیست، مثل عبدالرضا شیرالی معاون بخش انرژی وزارت اطلاعات در دوره ری شهری و فلاحیان، یعنی از اول وزارت اطلاعات تا آخر دوره فلاحیان؟ این آقای شیرالی الان کجا تشریف دارن؟ با پسرش تو دبی زندگی میکنه، گاهی هم میاد ایران واسه مصاحبه‌ای با رسانه‌ها و سر زدن به شرکت صنعتی آذراب. بالاترین سهم رو در بین سهامدارای حقیقی هلدینگ عظیم آذراب داره این شیرالی که عمده فعالیتش همچنان در پتروشیمی و پالایشگاه هاست. و همین آقای عبدالرضا شیرالی که عکسش رو دیدین عضو هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی جنوب تأسیسات هم هست. من که میدونم، شما میدونین چرا پروندهش رو نمی کنین؟ چون معاون رئیس شهری و فلاحیان بوده، چون خود فلاحیان هم در این ماجرای پتروشیمی دست داره و همینطور در ماجرای کرسنت تاش حالا بهش قایم رسید. از منابع مهم درآمد شرکت ملی نفت ایران یکی فروش گاز LPG و میانات گازی توسط شرکت ملی گاز. همه این فروش ها در انحصار دستگاه سپاهی و اطلاعاتی است. تو 4 سالی که اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران بود، تمام 4 سال دولت دوم احمدی نژاد، مخصوصا 2 سال 90 تا 92 دوره وزارت نفتی رستم قاسمی، همه فسادهایی که در فروش گاز و میانات گازی صورت گرفته را همین اوجی وزیر نفت امروز دولت فلان بهمان رئیسی مسئولش بود. تو دوره اوباما میدانید که نفت تحریم بود اما میانات گازی تحریم نبود و شرکت ملی گاز به همین دلیل کلی درآمدزایی کرد اون موقع. اما کارنامه اوجی چی شد؟ چی بود تو اون دوره؟ محکومیت ایران در قرارداد گاز با ترکیه در همین دوره ریاست اوجی بر شرکت ملی گاز. قرارداد با ترکمنستان که با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی کرد با فرستادن شمش طلا توسط همین حمال شمش از ایران به وسیله همین اوجی بدهیشو به ترکمنستان بده، باز ترکمنستان شکایت کرد و ایران 2 میلیارد دلار دیگه جریمه شد. صداش هم در نهایی بردن. قرارداد با سوریه و پاکستان و کلی هزینه کرد برای خط لوله اسلامی که اسمش همین اوجی گذاشته بود، هیچ وقت کامل نشد. همه این دوره ها آقای ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود. یکی از پرونده های فسادی که چندین سال حکم صادر نشده و میگن تا ماه آینده صادر میشه دادگاه کرسنت در انگلیس که احتمالا خیلی ها نمیخوان این حکم صادر بشه. دوره ای که قرارداد کرسنت بسته شد کی بود؟ در دوره وزارت نفتی آقای زنگنه در اواخر دوره خاتمی. همین آقای رئیسی رئیس بازرسی کل کشور بود، یعنی همه چی خبر داره تو تمام این داستان ها. چرا صداش در نمیاد و در نمیاد؟
چون سر قرار داد مثل ماجرای دور زدن تحریم‌ها به بیت رهبر معظم وصله. طبق نامه محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در دولت دوم احمدی نژاد 88 تا 92 نامه به علی خامنه‌ای در تاریخ 22 اسفند 86 موقعی که رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور بود، یعنی وظیفه‌اش بود و این نامه رو میزنه، عده‌ای از نزدیکترین آدم‌ها به خامنه‌ای پای قرارداد کرسنت بودن و پورسانت گرفتن. علی اصغر حجازی مسئول امنیت بیت، حداد عادل پدرزن مشتبه خامنه‌ای، علی اکبر ولایتی مشاور امور خارجی خامنه‌ای، چند تا دیگه که از جمله همین نوبخت دولت چیزان توشون بود روحانی. این نامه زمانی که فکر کنم 3 سال پیش بود در برنامه صفحه آخر همین نامه رو ما منتشر کردیم و روح الله زم در آمد نیوز هم منتشرش کرد. هیچ وقت تکذیب نشد، هیچ وقت، با جزئیات اسامی و مبالغ پورسانت از قبل قرارداد کرسنت آمده. کرسنت مستقیما به پسر گلپسر محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای مربوط است، فرزند برومند رئیس دفتر خامنه‌ای که داماد رهبرم هست، این امام سفیده. لابی قراردادهای قولتشنی هم هست مثل باباش. این لابی قراردادهای اولیه بین شرکت تأسیسات دریایی و کرسنت پترولیوم امارات بود. اینو که بنده و شما میدونیم، نماینده های مجلس نمیدونن، همه اینا برده بیت خامنه ایم، برده پیشوان. چرا نماینده های مجلس موقعی که زنگره میخواست بشه وزیر نفت روحانی باش مخالفت نکردن؟ خیلی هم سرصدا کردن سر مثلا کرسنت و اینا. چرا باش مخالفت نکردن؟ با وجود اینکه چشم دیدن اطرافیان خاتمی و رفسنجانی رو نداشتن و ندارن. زنگره وزیر نفت هر دوتاشون بود. چون سوال از آقای زنگنه سر قرارداد کرسنت که کلی به ایران ضرر خورد و امارات برد و خب و کلی رشوه گرفته شد این وسط ها، چه کسی به شما و یه نفرم جانش رو این وسط گذاشت؟ آقای عباسی یزدان پناه یزدی در امارات جسدش پیدا شد، حالا گفتن جسدش در اونجا پیدا شد. چه کسی به شما آقای زنگنه وسط جلسه بارها زنگ میزد تا مطمئن بشه که قرارداد بسته شده و راه دزدی و غارت باز شده؟ آقای زنگنه هیچ وقت نگفتی، نمیگی، ولی همون نماینده ها که بهش رأی دادن که بشه وزیر نفت، همین آقای زنگنه دوره روحانی، میدونن که دوماد پیشوا پسر محمدی گلپایگانی رئیس دفتر پیشوا بود که مدام زنگ میزد به زنگنه در حین جلسه درباره تصمیم گیری درباره قرارداد با کرسنت. محمدی گلپایگانی اسمش در پرونده کرسنت هست و اسمش در خیلی از پرونده ها نیست. قرارداد کرسنت یعنی جنایتو کرده ولی غارتو کرده، اسمش نیست تو اون پرونده. قرارداد کرسنت اولین بیده اهمیت داره البته و خوردن ازش حسابی، اولین قرارداد نفت و گاز بود با یه شرکت بخش خصوصی خارجی و خب همه افتادن روش که سهمشون رو بگیرن بکنن یه تیکه. تا اون موقع قراردادهای نفت و گاز همه با شرکت‌های دولتی و با دولت‌ها بود. این خب اومدن ریختن روش بخش خصوصی، بریم و بگیریم و بیاریم، چون با دولت ها نمیشه این کار کرد. رئیسی به عنوان سید محرومان عرض کردم، اون موقع همه کاره سازمان بازرسی بود، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و بعدم شد معاون اول قوه، دادستان کل کشور شد و بعد رئیس اول معاون اول قوه قضاییه. همیشه داد زده با فساد مبارزه میکند. بازه سوء استفاده فساد به کسی داده نباید بشه به هیچ عنوان، و اگر کسی به هر دلیل دچار لغزش شد باید با قوت، با عدالت، با انصاف،
با او برخورد بشه و برخوردی عبرت آموز بشه که دیگران بدانن که هزینه فساد، هزینه روابط ناسالم، هزینه درآمدهای نامشروع، هزینه دست اندازی به بیت المال هزینه سنگینیه. این هزینه سنگین رو باید پرداخت کنن. موقعی که همه این فسادهایی که بنده عرض کردم داشت صورت میگرفت، جناب عالی کجا بودین؟ سال 73 تا 83 یعنی دوره همین رشوه ها روی قرارداد کرسن، یعنی سازمان بازرسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودین. سال 83 تا 93 یعنی همه بخور بخورهای دوره احمدی نژاد و سازمان تسلط دریایی و رستم قاسمی و جواد اوجی و تیمشون معاون اول قوه قضاییه بودی. سال 93 تا 95 یعنی دوره‌ای که پرونده‌های مربوط به دکل‌ها و کشتی‌ها و پول‌های گم شده باز شد و دادگاه مثلا تشکیل شد، رسیدگی به قارت‌های دوره احمدی نژاد، دادستان کل کشور بودی، از همه این فسادها با خبر بودی. اون موقع که ببینین بخوایم حقیقت رو بگیم، همکاری کردی تو با این مفسدان، چون وقتی که مسئول دنبال کردن فساد باشی و مسئول تعقیب فاسدان باشی و مسئول کشف حقیقت و اعلامش به مردم باشی، به قول خودتون به امت اسلام باشی و نکنی این کارا رو، یعنی همکاری کردی با مجرم. اون دوره که همکاری کردی، الان هم سردسته چماق کششون و همین رستم قاسمی رو آوردی تو کابینت، کردی مثلا وزیر راه و شهرسازی، اون یکیشون هم کردی وزیر نفت، همین جواد اوجی رو. چی میگی تو؟ مبارزه با فساد، آن هم عبرت آموز. و در کابینه به اصطلاح جناب عالی، آقای رئیسی، از هر من از شمس است به قول شما، در لسان شما از خورشید روشن‌تر است، که همه کاره کابینت محمد مخبر راست که از سال 85 تا امروز به هیچ مقامی پاسخگو نبوده به جز یک نفر، اونم پیشوا. او رو میفرستن بهت میگن بکنش معاون اولت و تیم اقتصادی تو او میچینه، وگرنه چرا حدود 10 روز دیر اعلام کردی اعضای کابینت رو؟ چون فرهاد رهبر رو میخواستی بکنی تیم اقتصادی تو بچینه دیگه. بیت نزاش، پیشوا نزاش، گوه این آدم یا آقای محمد مخبر باید بره. هیچ کاری، فقط ماشین امضای رهبر معظمی داری اینجا. اینقدر نگو فساد و دفاع از عدالت و این هم که کابینته. در برنامه های آینده ادامه خواهم داد این بحث درباره کابینه آقای مخبر رو که ویترینش آقای رئیسی است.